دوستان عزیز، قسمت دوم برنامه امشب رو شروع میکنیم. منم به سهم خودم به همه شما عزیزان خوش آمد میگم و 23 تولد حزب کمونیست کارگری رو به همه شما عزیزان و همچنین به همه رهروان آزادی و مبارزین سوسیالیسم تبریک میگم. در این قسمت از برنامه دوستانی که مایل هستند در ارتباط با نقش حزب کمونیست کارگری در زندگی سیاسیشون و در جامعه صحبت بکنن، معطوف به اونها هست که میتونم بگم صحبت بکنن. ولی جا داره قبل از اینکه وارد صحبت دوستان بشیم، یه نکات خیلی کوچیکی رو از زبون منصور حکمت، بنیانگذار حزب کمونیست کارگری، مطرح بکنم. 15 پیش در 8 مارس 2000، 2 قبل از مرگ منصور حکمت، در یک سخنرانی بسیار ارزنده و درخشانی که در گوتنبرگ سوئد در ارتباط با حزب کمونیست کارگری صورت داد، تو اون سخنرانی به صورت روشن و واضح از اینکه حزب کمونیست کارگری قلبش کجا میزنه و چی کار میخواد بکنه صحبت میکنه. صحبتشو منصور حکمت از مصاحبه‌ای که رادیو بی بی سی باهاش داشت شروع میکنه. در نظر داشته باشین 15 سال پیش زمانیه که دور خاتمیه، زمانیه که در مجلس رژیم جمهوری اسلامی اکثریت مجلس دست اصلاح طلبان دولتی و دو خردادی هاست. بی بی سی که همه راجع به نقش بی بی سی میدونیم، بلندگو رو میذاره جلوی منصور حکمت، خان بابا تهرانی و یه سری آدم های دیگه، و از منصور حکمت میپرسه که الان اصلاح طلبای حکومتی قدرت دستشونه، حزب کمونیست کارگری میخواد فعالیتش رو تعطیل کنه یا نه؟ حزب کمونیست کارگری چه کار میخواد بکنه؟ و توی سخنرانیش در گوتنبرگ سوئد، منصور حکمت به روشنی توضیح میده که فلسفه وجودی حزب کمونیست کارگری چیه؟ توضیح میده که قلب کمونیست و قلب حزب کمونیست کارگری کجا داره میزنه. قلبش، نه مغزش. مغزش معلومه، مغزش با مارکس، با کمونیسم. داره میزنه. قلبش کجا داره میزنه؟ توضیح میده اونجا که فلسفه ما، قلبمون، فلسفه زندگی سیاسیمون ورای فرمول هاست، ورای کتاب هاست، ورای شعار هاست، ورای سیاست هاست، ورای جملات قشنگ و بحثای عمیق علمی که پشت سر کمونیست هست و ورای این تاریخ 200 کمونیست. یک چیز عمیق‌تر، یک چیز مستقیم‌تر معنای زندگی سیاسی حزب کمونیست کارگری رو تشکیل میده. و اون چیه؟ منصور حکمت اشاره میکنه با آمار خود سازمان ملل، هر سال 40 کودک در جهان از بیماری‌های قابل پیشگیری، 40 کودک، فقط 40 کودک هر سال می‌میره. و این آمار سازمان ملل و آمار
کوفیانانه. منصور حکمت میگه فرض کنیم حالا کوفیانان جاسوس هست به کمونیست کارگری تو سازمانه بدن، این 40 میلیون رو بکنیم 20 میلیون. اینا کودکانی نیستن که در جنگ میمیرند، کودکانی نیستند که تصادف میکنند، کسانی نیستند که در کارخانه ها و یا کار ساختمانی از بین میروند، کسانی نیستند که به قتل میرسند. اینها کسانی هستند، کودکانی هستند که از بیماری های قابل پیشگیری میمیرند. 20 میلیون رو تقسیم بکنین به 365 روز و اینو تقسیم بکنین به 24 ساعت روزانه و بعد تقسیمش میکنین به ساعت و به 60 دقیقه و بعد 60 دقیقه رو تقسیمش بکنین به 60 ثانیه با هر دم و بازدم یک بچه در جایی از کره خاکی داره میمیره، در جایی از کره خاکی داره میمیره. با هر دم و بازدم همون الانی که منصور حکمت داره میگه که صحبت هم شروع کردم حدود 500 تا 600 تا بچه مردن. شما میتونین نفسهای خودتون رو بشمونین و ببینین چقدر بچه با هر نفسی داره میمیره. این آمار سازمان ملل که تازه منصور حکمت نصفش کرد. این فقط چراغی نیست که خاموش میشه، عددی نیست که خط میخوره، یک بچه هست که میمیره و هر کدوم از شما که در یک جامعه متمدن و نیمه متمدن زندگی کرده باشین تا چه برسه که پدر و یا مادر یه بچه باشین و یا یه بچه رو دوست داشته باشین. میفهمین این یعنی چی؟ از دست دادن یک بچه تو هر ثانیه این یعنی چی؟ با هر دم و بازدم ما حفره‌ای در زندگی یک عده‌ای به وجود میاد و با هر دم و بازدم ما فاجعه‌ای به وجود میاد و این داره اتفاق. من بقیهش و حالا یه تیکاش بعدم تو صحبت‌های بقیه دوستانم. قبل از اینکه اسم دوستان رو بگیرم برای صحبت‌هاشون خوبه که یه دونه یه انانسمنتی هست اینو بگم. صندوق همبستگی با جنبش کارگری ایران در کانادا جشن سال نو رو تدارک دیده به تاریخ ونزدی دسامبر 31 از ساعت 7 تا 2 بعد از نصف شب. محلش هم هست بیویو و جان 77-55. دوستان عزیز، اسم دوستانی که مایلن توی این قسمت بیان صحبت بکنن و نظراتشون و نکاتشون رو مطرح بکنن ارتباط با حزب جان اکمالی هم میدم چشم در ارتباط با حزب کارگری کاریه اسمو میدم. من اسمایی که به من گفتن من اینا رو میخونم بعد اگه دوستان مایل هستن تو این سهیلا میخواست یعنی امیر زاهدی، بیژن فتحی و مهوش. من این اسما رو دارم. شما بله. 60 ثانیه. 5 دقیقه دوستان وقت کافیه برای هر صحبتی. یعنی جون بفرمایید. الان آره خب حالا سوالا بعد بیان. منم سلام میکنم به همتون، خوش آمد میگم به 23 سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران و به همه شما و به همه آزادی خواهان تبریک میگم.
من راست خواهی خیلی کوتاه بگم، فکر میکنم به خودم فکر میکنم و تجربه 23 ساله در حزب کمونیست کارگری ایران و جهت اطلاعاتون من جزو کادرا یا اعضایی از حزب کمونیست کارگری ایران بودم که همون از همون روزای یا بعد از تشکیل قبل از تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران برای حزب کمونیست کارگری ایران یه جورایی فعالیت میکردم، جزو محدود کسایی بودیم که تو عراق موندیم قبل از تشکیل حزب و برای حزب کمونیست کارگری ایران که میدونستیم داره تشکیل میشه فعالیتمون رو شروع کردیم. ولی اگه بخوام فقط به زندگی خودم، تجربه مبارزاتی خودم، فعالیت خودم در حزب کمونیست کارگری ایران نگاهی بندازم، اگه این حزب نبود امروز کجا بودم؟ به نظر من میتونستم تأسف بخورم به وضعیتی که تو 23 سال گذشته طی کرده بودم، نه از این جهت که کار بدی انجام داده بودم، از این جهت که بدون این حزب کاری که در 23 سال گذشته انجام دادیم قطعا با وجود اینکه انقلابیگری هم سر جای خودش بود، کمونیست بودن هم سر جای خودش بود، معترض بودن هم سر جای خودش بود، ولی بدون حزب کمونیست کارگری و بدون این حزب نمیتونستم کاری از پیش ببرم. برای اینکه همین امروز دور بر خودمون رو نگاه کنیم، کم نیستن انسان‌های شریفی که معترضن، اعتراض دارن و این دنیا رو نمیخوان، و حتی از اینم فراتر بریم، تجربه فشار انقلابی که در 2 سال گذشته تو کشورهای عربی افتاده، دیکتاتورها رو نمیخواستن، مردم در سطح میلیونی به خیابون اومدن، بدون حزب دیدیم به هیچ جا نرسیدن، و به نظر من اون موقع هستش من خودم حداقل جایگاه حزب کمونیست کارگری رو درک میکنم که این حزب نقطه درخشانی در تاریخ مبارزات مردم ایران، نقطه درخشانی در آینده ای که قرار یکی از جنایتکارترین حکومت‌های تاریخ ایران رو سرنگون کنیم، و بدون این حزب قطعا ما به جایی نخواهیم رسید. بدون یه حزب رادیکال ماکسیمالیست و حزبی که کوتاه نمیاد جز رهایی و برابری و آزادی نمیتونیم به جایی برسیم. برای همین افتخار میکنم که در حزب کمونیست کارگری ایران هستم و همه شما و همه مردم ایران و همه کسانی که معترضن به نظم موجود، معترضن به نابرابری، معترضن به داعش و همه جنایتی که در 23 سال گذشته دور در طول تاریخ افتاده فرا میخونم به حزب کمونیست کارگری ایران بپیوندن تا بتونیم دنیای شایسته تر، دنیای انسانی تری رو داشته باشیم. خیلی ممنون. مرسی. اون واقعیت آدمایی بود که در واقع از بین می‌رفتن، واقعیت آدمایی بود که کشته می‌شدن و از بین می‌رفتن. واقعیت آدمایی که کشته نمی‌شن چی؟ اونهایی که زنده می‌مونن اونها چی؟ واقعیت زندگی اونها چی؟ منصور حکمت میگه آنهایی که زنده می‌مانن را دنبال کنیم، کسانی که نمی‌میرن، کسانی که شانس می‌آورند و در این مخمصه نمی‌میرند. 80-90% تبدیل می‌شوند به آدم‌هایی که قرار است بروند کار کنند و اهانت بشنوند. آدم‌هایی که قرار است 30 سال بروند و کار کنند و اهانت بشنوند. نه یک بار، نه شرکت در یک مسابقه گلادیاتوری که ممکن است پشت حریفت را به خاک بمالی و بالاخره از اون محلک جان سالم بدر ببری. 30 سال هر روز از صبح باید بره بر سر کار، برای کارش مشتری پیدا کنه و تازه افتخار بکنه که استخدامش کردن. 30 سال تنها عمری که طبیعت به بشر داده رو صرف این بکنه که کار بکنه، اهانت بشنوه و بهش بگن شهروند درجه دوم هستی، محروم باشه از این که در جهان امروز کار دیگری به جز اون کاری که داره میکنه بتونه انتخاب بکنه و انجام بده. بعد از 30 سال وقتی به زندگیش نگاه میکنه، هر کدوم از ما که به 50 سال رسیده باشیم، البته همه که این اتاق 50 سال نمیسیده، میدونیم که تقریبا از این به بعد لطفی نداره،
آخرش نگاه میکنه که زندگیش گذشته، کارش رو کرده و الان باید به این فکر بکنه که از این به بعد که دیگه نمیتونه کار بکنه چجوری باید زنده بماند. الان یه تیکه دیگه هم بگم تمامش میکنم. 90% مردم جهان کسانی که هستند که اگر در آن پروسه کودکی که گفتیم نمیرند وارد یک چنین زندگی میشوند. حزب کمونیست کارگری و کمونیسم از اینجا شروع میشه. بدون مارکس، بدون انگلز، بدون هیچ کس، از اینجا شروع میشه. از اینجا شروع میشه که یک عده این را نمیخوان. یک عده عقل دارن، شعور دارن و میگن این وضعیت قبول نیست و باید این وضعیت رو عوض کرد. امیر زاهد. با سلام دوستان. من از اون 50 ساله ها نیستم که نخواهم از زندگیم لذت ببرم و قصد مردن هم ندارم. با حمیدم صحبت میکردیم، به شیطان گفتم امیدواریم عاقبت به خیر بشی. خودش گفت فکر نمیکنم. با ما هم میگن بابا بازنشسته بشی. ما تا زنده هستیم، تا اونجایی که فقط مغزمون کار بکنه، ما اهل بازنشسته شدن نیستیم. یک جمهوری اسلامی داریم در یک سو، یک طرف سوسیالیسم آزادی و برابری داریم. زدن این کمک میکنه به اون آرمان ما. رویای ما هم نیست، آرمان ماست، داریم لمسش میکنیم. اگر همه آب دریا را نمیتونیم بکشیم، هم به قدر تشنگی خودمون هم کشیدیم دیگه. هم آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید باید کشیدیم دیگه. نمونه هاشو داریم. سکینه محمدی آشتیانی را تونستیم نشان. پس میشه انسانهای بیشتری را نجات داد در زمانی که حتی در قدرت نیستیم. اما من میخواستم اتفاقاتی که توی این 3-4 روزه زندگیم افتاد بگم. دقیقا دیروز بود وقتی از سن کاسیم برمیگشتم به محلم، رفتم بنزین زدم تو گستیشن. اون کسی که قرار بود بیاد خب بنزین بزنه، جزو اون پالیسی و کمپانی بود که باید بنزین بزنه، گفتم من خودم بنزین میزنم. چون دیدم عجیب این جوان مثل فرزند خودم بود. از این ماشین میاد به اون ماشین، از این ماشین دیدم داره میلرزه. قرار بود برم یک کافی برای خودم بگیرم. گفتم که کافی میخوری؟ گفت آره، یه جوری بویا مثل که بدهکاره، من میخوام یک کار خیلی. من رفتم یک کافی براش خریدم و خودم کافی نخوردم، چای داشتم تو ماشینم. قبل از که برسم به این پمپ بنزین، سر کار در موقع بریک یک همکارم بود، مریض بود ولی اومده بود کار. من شمردم 3 بار حداقل سرش خورد به دیوار. گفتم چرا میای کار تو که مریض بودی؟ خب مجبور بودم بیام کار، من امیگرنت هم باید کار بکنم. من نمیخوام، من میخواستم راجع به طنزهای منصور حکمت که یک قسمتی از اون سرزندگی این انسان بود و هست صحبت کنم. صحبت های طنزهای زیادی داره، وقتی میخونم سعی میکنم این قسمت ها رو بیشتر به یاد بیارم. وقتی میگه وقتی که در دانشگاه شیراز بودم، یک کتاب کاپیتال بود، تنها کتابی که بود، به یکی از دوستان چپ ما همون کتابم دزدید، برداشت و برد که بقیه نخونم. یا وقتی که حق عضویت ها میرسید و دوستانی که میومدن مثل خیلی از شماها که
عضو نیستید، ولی میگفت که شما هم عضو این حزب هستید ولی حق عضویتتون رو نمیدید. من میخوام اتفاقا بگم بسیاری از شما که عضو این حزب نیستید حق عضویتتون رو نمیدید. یا وقتی که راجع به شاعرها صحبت میکنه میگه فلانی شاعره، شعر میگه خیلی هم قشنگ، وقتی به حزب کمونیست کارگری میرسه فوش میده، آقا جون برو شعرت بگو. من این طنزهایی که در صحبتهای منصور حکمت بود به عنوان سرزنده بودنش، تأکید کردنش رو زنده بودن کمونیستا، شاد بودن کمونیستا، میخواست این رو میخواست منصور حکمت نشون بده. حزب کمونیست کارگری هی میگفت انقلاب 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 انقلاب، هی به ما میگفتن چقدر میگید انقلاب، آخه هر چهار نفر بلند بشن شما میگید انقلاب. به لیدر حزب کمونیست کارگری هم زیاد میگفتن شما هر چی اتفاق میافتید باید گفتیم آقا جان این در جواب اونه که شما میگین خلایق هرچی لایق نیست، ما مردم ایران را سرنگون طلب میدونیم، آزادی خواه میدونستیم، هنوز هم اتفاقا از خوششانسی ما و بدشانسی اونا زود هم انقلابات شروع شد. به حمید هم در سخنانش اشاره میکرد بله میشه بدون حزب هم انقلاب بشه، اما تاکیدش باز این بود بدون حزب هیچ انقلابی نه تنها پیروز نمیشه بلکه نمیتونه به اونجایی که باید به خاطر خوشبختی انسان‌ها، به خاطر رهایی بشریت برسه، به اونجا نمیرسه. به خصوص الان در ایران، به خصوص وجود حزب، تحزب. دوستمون حسام شکری میگفت اومدن در موصل در عرض شاید کمتر از 24 ساعت یک کشوری رو، یک شهری رو گرفتن. حساب کن اگر اونجا یک حزب کمونیست کارگری بود در همین حد توانایی بیشتر داشت، اجازه میداد آیسس اون کشور رو موسر رو بگیره؟ آیسس حزب داره، جمهوری اسلامی انواع و اقسام احزاب رو داره، ولی وقتی که به حزب کمونیست کارگری میرسن به نظرم حزب کمونیست کارگری جواب اون تحزب گریزی را با اعمالش، با رفتارش، با کردارش، با کارهایی که انجام داد و جان انسانهایی را که نجات داد نشون داد که حزب ضروری است، لازم است و اگر قراره مردم ایران به سرانجام برسونن باید یک حزبی مثل حزب کمونیست کارگری باشه که تبلور خواسته ها و آرمان های مردم ایران است. حزبی که معاون کارگران شرکت اتوبوس واحد به تلویزیون کانال جدید زنگ میزنه و صحبت میکنه و خواسته هایش رو اونجا مطرح میکنه. حزبی که از درون زندان بهش تلفن میکنه. حزبی که زن زیر سنگسار حرفشو میزنه. به نظر من ما میتونیم اون جامعه ای رو که بسیاری تفسیر کردند، شعرا سرودند، ما در روی همین زمین به وجود بیاریم. درود بر شما. مرسی. سویلا خسته نباشیم همگی. اولا اینکه 23 سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری رو تبریک میگم. من فقط خواستم از همه دوستان و رفقا خواهش بکنم که با بعضی های شما کلا صحبت کردیم، فردا از ساعت 2 تا 5 توی سیول سنتر همینجا ملسمن برنامه هستش که کنگره ایرانیان یه فورم گذاشته. من تا اونجایی که میدونم منصور حکمت همیشه با اسلام و با جمهوری اسلامی مخالف بوده. از دوستان خواهش میکنم چون در حال حاضر لابی های جمهوری اسلامی و اصلاح طلبا بسیار ریختن و در حال حاضر کنگره تنها کانالی هستش که دولت کانادا باشون حرف میزنه. تو این 3 ساله که ما به اصطلاح بچه ها با وکیلان میدونن
اینوالف شدیم و تقریبا به دست این طرف افتاده، حرفایی که میزنن بیشتر اونه که سفارت باز نشه و الان یه آدمای کله گنده کشور این شهرمون به اصطلاح مسئول بنیاد پریا آقای آریان نژاد اینا گریختن بیرون. ما یه جایی باید همدیگر رو داشته باشیم که تو این شهرمون و اونجا رو که گرفتن از ما، ولی شهرمون رو از ما نگیرن. از همتون خواهش میکنم، به دوستانتون، به فامیلیتون، به همه بگیم بیان، پرسش و پاسخ هست، اینا میخوان صحبت بکنن و به کمک شما احتیاج داریم. قربان شما، شبتون بخیر. بیژن خب بیژن ولی خانوما اتفاق ایشون خانوما هست. ما عمیقا باور داریم که خانوما مقدمه. بعضی هم الان مقدمترم. من هم درود دارم خدمت همه شما عزیزان و 23مین سالگرد حزب کمونیست کارگری رو خدمت شما عزیزان و تمامی دوستان عزیز عضو حزب کمونیست کارگری تبریک میگم. بعد یه ذره بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. 23 فقط یک عدد نیست، 23 سال زحمت و تلاش عزیزان بوده که به اینجا رسیده. من یه شعر هست از امیر کارگر عزیز که دائم اون رو هر جا میرم میگم و واقعا بهش اعتقاد دارم. میگه که زندگی ساختن قصر سکوت پشت در فاجعه نیست، زندگی در رگ ابری که ندارد باران جاری نیست. حزب کمونیست کارگری این شعر رو در واقع آدم وقتی نگاه میکنه میبینه عملا انجام داده. چرا؟ چون خیلی هاشون زندگی های خودشون رو دارن، هیچ نوع مشکلاتی هم حتی نداشتن، بچهشون اعدام نشد، کسی ازشون زندان نشد، کسی ازشون تبعید نشد، ولی اومدند و به مبارزه پرداختن با رژیمی که مردم را آواره کرد، تبعید کرد، فرزندانشون رو اعدام کرد. میخوام بگم که بچه های حزب کمونیست کارگری زندگیشون رو پشت قصر سکوت نساختند، بلکه با فریادشون، با اعتراضشون سعی کردن که صدای دیگران باشن، سعی کردن که پیام آور زندگی باشن. من آشناییم با حزب کمونیست کارگری در واقع میشه گفت از زمانی که ماهواره دار شدیم توی ایران. ناگفته نمونه بذارید بگم که 3 بار ماهواره ما رو گرفتن. ما ماهواره خریدیم، هی بعد میومدن و میگرفتن. ولی اون زمانی که ماهواره داشتیم با سخنان آقای منصور حکمت عزیز اونجا من آشنا شدم و همیشه پیش خودم میگفتم که این شخصی که اینقدر داره تند این صحبت ها رو میکنه، این صحبت های انسانی رو میکنه، آیا فضایی، جایی، مکانی، چیزی هست برای انجام این صحبت های خوب و انسانی؟ و زمانی که این اتفاق برای خود من افتاد و از ایران خارج شدم، البته خب از درون ایران با بخشش آشنا شدم، ولی اون بخشی که بیشتر من باهاش آشنا شدم بخش کمیته بین المللی علیه اعدام بود و با مینا احدی من آشنا شدم. میخوام بگم که 23 سال اگه حزب کمونیست کارگری کار کرده، زحمت کشیده، الان مینا احدی رو داره. مینا احدی کسیه که تو دورترین نقطه ایران، توی از درون زندان ها، از همه جا مینا رو میشناسن. وقتی که براشون مشکلی پیش میاد، وقتی که عزیزشون دستگیر میشه، اولین کسی که به فکرشون میرسه باهاش تماس بگیرن مینا احدیه. خب مینا احدی مال حزب کمونیست کارگریه. کودکان مقدمن. شما ببینید ما توی کشوری زندگی میکردیم که کودکان هیچ وقت مقدم نبودن. همیشه
همه چیز مال بزرگترا بود. اول بزرگترا، بعد کودکان. ولی بعد یه نفر پیدا میشه میگه بابا این کودکان هستن که مقدم ترن. ما بزرگا هر جوری باشه میتونیم زندگیمونو بگردونیم. اینا هستن که احتیاج به حمایت ما دارن. میخوام بگم که من بیشترین آشنایی که داشتم از اون قسمت کار خودم با کمیته بین المللی علیه اعدام بود و افتخار میکنم که همکاری داشتم با کمیته بین المللی علیه اعدام و هنوز هم دارم ادامه میدم. و من فکر میکنم کسانی هستیم که میتونیم همدیگر رو داشته باشیم. و حمید عزیز حرف خوبی زدن در رابطه با اینکه حزب کمونیست کارگری اگر نبود چی میشد، یا اینکه مثلا الان 23 ساله و حالا ما میگیم اتفاق نیفتاده یا پیروزی به دست نیاوردیم. چرا؟ تو تمام مراحل همینقدر که ما عرصه‌ها رو داریم، همینقدری که توی تمام مراحل داریم مبارزه میکنیم، همینقدری که داریم توی همه چیز داریم دخالت میکنیم و حق خودمون میدونیم و از اون حقوق دفاع میکنیم، که یکیش هم همین چیزی بود که الان سهیلای عزیز گفتن. وقتی ما تو این مواردی که مربوط میشه بهمون، به حقوق انسانی مربوط میشه، دخالت میکنیم و اونجا حضور خودمون رو نشون میدیم، در واقع بخشی از اون پیروزی رو به دست آوردیم، یعنی اون رو داریم الان توی دست خودمون. ولی به واقع این رو بدون تعارف و بدون رو در بایستی بگم، چیزی که من همیشه گفتم و میگم، شما اگر توی دنیا بگردید و حزب کمونیست کارگری همینجوری که آقای حمید تنوایی عزیز گفتن، اگر این رو ما حذفش کنیم، واقعا جای خالی یک سری مبارزه انسانی رو شما واقعا خالی میبینید. بدون رو درواسی میگم، تعارفم ندارم با کسی، با افراد مختلف، با احزاب مختلف، با تشکل‌های مختلف، با سازمان‌های مختلف آشنا شدم، با نحوه کارشون تا حدودی. ولی اگر حزب کمونیست کارگری نباشه، کسی به کسی کاری نداره و جمهوری اسلامی کار خودش رو میکنه. یعنی هیچ کس نیست که به واقع بیاد صدای ما باشه، چه در درون ایران چه در بیرون ایران. به قول یکی گفت که میخوام بگم که اگر کسی به من گفت که خدا را آیا پیدا کرده یا نه، میگم گشتم پیدا نکردم. حالا اگه کسی به من میخواد بگه که آیا حزبی بهتر از حزب کمونیست کارگری پیدا کردی، بازم میگم گشتم ولی پیدا نکردم. با سپاس از شما. مرسی مواش عزیز. منصور حکمت تو همون سخنرانیش باز اشاره میکنه حزب کمونیست کارگری حزب انقلاب، حزب انقلاب اجتماعیه، حزبی نیست که از طریق کودتا بتونه به قدرت برسه، حزبی که اگه میدیا رو در اختیارش قرار بگیرن معلوم میشه که چقدر آدم ها با اون حزب خودشون رو تداعی میکنن. و امروز هم میبینیم از طریق تلویزیون کانال جدید تلفون های وسیعی که توی برنامه دو ساعته میشه، که بعضی وقتا از مرز 300 تلفن هم حتی میگذره، نشون میده که مردم درون اون جامعه در زمانی که رژیم جمهوری اسلامی حق کمترین نفس کشیدن رو از اون مردم سلب کرده، مردم چشمشون به این حزبی که میخواد انقلاب اجتماعی رو تو اون جامعه سازمان بده. به همین خاطر اینجا جا داره که از همه شما عزیزان درخواست بکنیم سلف یه صندوقی رو میگردونیم، اگه مایل باشین به این حزب، حزبی که چشم و چراغ مردم در اون جامعه است، کمک مالی بکنیم. سخنران بعدی ما جن فتی. خسته نباشید دوستان، بعد موقع انگار ما اومدیم صحبت کنیم. ممنون.
میگیرن من تعارف میکنم نه که بگیرم خدا آده منم تبریک میگم سال روز تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران رو. مهوش اومد صحبت کرد، من خدمتتون عرض کنم که ما موقعیتی داشتیم که در کنگره نهم که حدود یک ماه خورده پیش برگزار شد حضور داشته باشیم. من به عنوان یک کسی که معلم بودم در ایران، فعال فرهنگی و اجتماعی بودم، تو کارهای ورزشی هم بودم، نه ورزشکار بودم، تیم فوتبال داشتیم، تیم کشتی داشتیم، اونجا بررسی میکردیم احزاب و سازمان ها رو خود به خود دیگه میدیدیم. فقط یادمه که دو بار کنگره اونجا برگزار شد، یکی حزب مشارکت برگزار کرد که تو رادیو تلویزیون ها سر و صدا شده بود و یکی هم حزب فکر کنم اعتماد ملی، و بعد از اون دیگه هیچ حزبی تو ایران این دوتا رو هم قلقم کردن و نبود. در خارج از کشورم که هیچ خبری نبود که در این رابطه ها ما ببینیم. اولین باری بود که اونجا که ما رو دعوت نکردن که شرکت بکنیم ببینیم چگونه برگزار میکنه، در مطبوعات میخوندیم. اینجا که اومدیم و دیدیم بسیار جالب بود، یک حزبی نمایندگان خودش رو میاره و تشکیل جلسه میده، گروه های کاری تشکیل میده، انتخابات برگزار میکنه، شفافیت داره، یعنی به صورت آنلاین همه مردم در جهان و بخصوصا در ایران اون رو میتونن ببینن. نمیدونم، شاید شما چون خودتون عضو حزب کمونیست کارگری هستید و خیلی هاتون هم 20 سال خارج از کشورید، متوجه کاری که انجام میدید نباشید. یعنی فکر میکنید یه کنگره برگزار شده، یه عده هم میان مثلا یا میگن خب اینا چه کار کردن یا چه کار نکردن یا چطور شد. من هیچ بازتابی از برگزاری این کنگره در مطبوعات حداقل این شهر ندیدم که گفته باشه. ولی ببینید شما، حدود هفته گذشته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که ما تروریستیم، یعنی اعلام کرد که ما فلان چند نفر رو در خارج از کشور که تو ایران فضولی کرده بودن کشتیمشون. دنیا هم هیچ عکس العملی نشون نداد، مثل سالهای گذشته. حالا ببینید یک حزبی میاد و تشکیل جلسه میده و به جان میخره ترور رو، بمبگذاری رو و اینکه افراد شناسایی بشن. این شفافیت خیلی مهمه، یعنی اگر فردای بعد از سرنگونی این رژیم خوناشام حکومتی بیاد اونجا، این رو میتونن مبارزین به عنوان یک نمونه که باید در ایرانم حاکمیت تمام مسائلش شفاف باشه عنوان بکنن. شما الان میبینید در ایران روزی نیست که اعلام نکنن چند میلیارد دلار از درآمدهای نفتی گم شده، این اومده برده، اون اومده برده. گفتم اگر دقیقا اوضاع احوال ایران رو در نظر بگیرید، وضعیت احزاب رو از زمان مشروطیت تا حالا که نبوده، تنها حزبی که میتونه اعلام کنه که ما شفافیم، با مردم در ارتباطیم، حالا همون چیزی که بهش میگم پراتیک، عملی، ما در عمل هستیم، این تابلوهایی که بیرون گذاشته شده، این پلاکارت ها مشخصه، هر کارهایی که داره در جامعه میکنه، اینا همه الگوهای برای دیگر احزاب. حالا محفظ گفت که ما گشتیم در بقیه جاها و ندیدیم، واقعیتی میگه. ما اولین سفر اروپاییمون رفتیم، رفتیم آلمان، رفتیم سوئد، رفتیم نروژ، رفتیم با بقیه جاها هم در ارتباط هستیم. از موقعی که این اتفاق برای ما پیش اومد، یک زمانی ما کانون خبری بودیم، یعنی 24 ساعت همه با ما در تماس بودن، تو ترکیه و جاهای دیگه با احزاب سازمانا در ارتباط بودیم. و این کنگره برای من یه نقطه عطفی بود. حالا من تو کنگره‌های قبلی خوب نبودم، در آینده هم که نمیدونم چیه، اما این کنگره‌ای که انجام شد به نظر من باید قسمت روابط عمومی حزب
دقیقا روی این کار بکنه، کارهایی که انجام شده، تصمیماتی که گرفته شده، نوع تغذیه‌ای که حتی اونجا داشتن و زحماتی که کشیدن، این رو باید مشخص کنه و یک برنامه‌ای باشه برای دیگر احزاب، برای دیگر احزابی که میخوان کارهای مردمی انجام بدن، میخوان جایگزین این باشن که در آینده ایران رو به دست بگیرن و بخوان کار بکنن. من سپاسگزارم ازتون، میخوام بگم که از تمام اعضا، کادرها و سران حزب تشکر کنم، حداقل به خاطر کنگره شد، چون این کنگره یک نقطه عطفیه با توجه به اینکه ما اونجا بودیم و این رو فریاد میزنیم همینجا. شاید خیلی ها دیگه اومده باشن، اونا هم خارج از کشور باشن، احزاب و کنگره های دیگه رو دیده باشن در مال کشورهای دیگه، میگن خب این تمام زیاد کار مهمی انجام نشده. اما مایی که در ایران بودیم و بعد اومدیم اینجا، هنوز احزاب و سازمانه اینجا رو بررسی نکردیم، به عنوان یک حزب ایرانی، یه حزبی که برای ایران داره کار میکنه، میگم که دست مریضات، دستتون درد نکنه و امیدواریم که موفق باشیم و بقیه احزاب هم نگاه کنن و شفاف عمل کنن، چون بدونن، باید بدونن که مردمی که درون ایران هستن دیگه با حزب و اپوزیسیونی که غیر شفاف باشه قبولش نخواهند داشت. سپاسگزارم. خب ساعت 9 شده ولی دو نفر دیگه توی لیستمون هستن، بابک و محمد. هر کدوم از دوستان 5 دقیقه لطف کنم صحبت کنم. بابک. مرسی، خسته نباشید. من سعی میکنم کمتر از 5 دقیقه. خوش آمد میدم، میگم به همتون و تشکر میکنم. منم سالگرد حزب را به همه دوستاش تبریک و به همه دشمناش تسلیت میگم. بالاخره این حزب که به اینجا رسیده، یکی از مسیر زندگی من، حداقل توی این مسیر میتونم بگم تاثیرش رو خود من چی بوده. توی همین اتاق بسه ما پیش بوکلانچ کتاب من بود، از حجتیه تا کمونیست کارگری. بالاخره اون طرفش حجتیه بود ولی یه طرفش کمونیست کارگری دیگه. بعدش یکی از بچه‌ها گفت های رفتی. بالاخره اینجا درجه زدی. گفتم بالاخره از این بهتر پیدا نکردم، بهترش پیدا کنی بعدم میرم، ولی خب پیدا نکردم. من یادم حدود 30 سال پیش توی یزد ما معلم بودیم و این بچه‌های معلم هر کدوم به یه چیزی، مثلا یکی شده مجاهد، یکی شده پیکار، یکی شده فلان، دو تا سه تا از این بچه‌های معلم رفیقای ما بچه‌های اتحاد مواردان و کمونیست بودن، یعنی با اون ارتباط داشتن. بعد ما هر وقت می‌خواستیم از بچه‌های موافدا یا اقلیت کار می‌کردیم، گفتیم اینا کیان؟ این کد همیشه بود، اینا یه سری بچه پولدار سوسول خارج کشوریان. خب سه تا چیزم خیلی فرق بود، پولدار، سوسول. حالا سوسول منظور مثلا تمیز مرتب می‌کنه، مثلا بقیه چرکو نیستن. و خارج کشوری، خود خارج کشوری هم خیلی بد بود. یادمه که وقتی من آواره شدم، یکی از همین رفقای اقلیتی راه خارج شدن رو به خود من نشون داد، چون من قبلا زمان شاه رفته بود بیرون و بالاخره خارج بود خودش. خب جون منم رو اون نجات داد. وقتی پیشنهاد کرد به من که باید بری خارج، راحت من اصلا یه جوری با کینه بهش نگاه کردم. خارج؟ خارج جای بنی سعد، یزدی، قدس، اون مثلث بیقی که درست کردن. اصلا خارج رو بد میدونستیم و کینه داشتیم نسبت به خارج. که گفت نه، حالا شما برو، من اون طرف میاریمت کردستان، نمیشه این ور بری. اما بالاخره اون با اونا میدونه داره چه کار میکنه. من اومدم اینجا تقریبا 13-14 سال پیش. این رفیقمون باقر مؤمنی رو همه میشناسه، خیلی هم از زمان شاه بهش احترام قائل بودیم، همه زمان بهش احترام قائل بودیم. تو موارد مذهب خیلی کار جدی کار کرده، تحقیق کرده. ولی گفتم خب بالاخره سالها گذشته. باقر یک هفته مهمون من بود، یعنی خونه ما بود، از طرف خاوران دعوتش کرده بودیم. از باقر مؤمنی و همسرش یه هفته پیش ما بودن نشسته بودیم می جنب خودمون. گفتم خاصی باقر، من تازه عضو بیاس شده بودم ولی اون هنوز نمیدونست، چون همین ما با اونا بودیم تازه نرده که بگوره. گفتم باقر راستی نظرت راجع به این بچه های حزب کمونیست کارگری چیه؟ درست همون جمله که 30 سال پیش من شنیده بودم از اون مجموعه مثلا بچه های دیگه، چپای دیگه. گفت نظر بچه پولدار سوسول خارج کشوری، یعنی همون بچه پولدار سوسول خارج کشوری. 30 سال بعدم خب یه وقتی 30 سال پیش وقتی اینا میگفتن ما دیگه اصلا در میرفتیم، پولدار خارج کشور سوسول. ولی اینجا دیدم نه، این کلیشه هنوز مونده. مثلا منظورشون بچه پولدار سوسول خارج کشور بیشتر مثلا خود حمید و منصور حکمت بودن، اینا دو تا بچهای خارج کشور بودن و تئوری از خارج آوردن. یادمه که
یه وقت این آقای محیط اومد اینجا نزدیک 20 چند سال پیش توی سخنرانی براش گذاشته بودن، یه جمله قشنگ گفت، گفت یه بچه سوسول همون باجا بچه سوسول خارج، یه منصور حکمت جوان جغله 25-6 ساله یه کتابی نوشت، یه جزوه‌ای نوشت به نام اسطوره بورژوازی فلان، اینجوری تاترش هم اسطوره بود، کل چپ ایران رو به هم ریخت. و به نظر من واقعا درست میگفت، این کل چپ ایران رو به هم ریخت. و حالا باید بگم که بالاخره همین بچه پولدار سوسول خارج کشوری که کل چپ ایران واقعا به هم ریخت، الان تاثیر همین بچه پولدار سوسول خارج کشوری روی کل چپ دیگه هم هست. یعنی چه تکیش نگاه کنید، گروه دو سه نفری، سکتای چند نفری، تا سازمانهایی که ادعای دارن، تا اعضایی که ادعای دارن، هیچ کدومشون نیستن که بخش زیادی از حرفای ما رو اونا تکرار نکنن. یعنی اعدام انقلابی میکردیم همه، ولی الان فکر نمی‌کنم غیر از یکی دو تاشون دیگه جرأت داشته باشن بگن اعدام انقلابی. همه و بعضیا قبول کردن که اعدام قتل عمد دولتی است، راحت حرفای منصور حکمت رو تکرار میکنن، ولی بعضیا دیگه تا می یادم چند وقت پیش بود بچهای حزب کمونیست ایران میملامین مارکسیست لنینیست ماویست صحبت کردم، گفتم راست نظرتون راجع به اعدام چیه؟ بالاخره گفت ما به این نتیجه رسیدیم که مردم الان دیگه اعدام رو نمیخوان، ما هم داریم بحث میکنیم که برداریم از برنامه. یعنی مردم از اینا جلوترن، مردم به این نتیجه رسیدن که اعدام نمیخوان، بنابراین اینا قراره که حالا در مثلا نمیدونم نشست بعدیشون نبرد. در صورت من وقتتون زیاد نمیگیرم، ولی میخوام بگم که همین حزب اگر الان هست توی اشل توی این عرصه های مختلف کار میکنه، تأثیرش روی افراد و جنبش ها و اعضای دیگه هم از چپ تا راست راست داره میبینیم. رضا پهلوی الان برای اول ماه مهر پیام میده یا راجع به اعدام نظر داره، مجبور شده چقدر قبول داره کار نه، ولی با اعدام مخالفت کرد. خیلی ممنون، خستم. با اگر راجع به بچه سوسولا اشاره کرد، اینجا جا داره یه نکته بگم که همین تو صحبتاش راجع به موانعی که بر سر راه ساخته شدن حزب کمونیست کارگری بود و جدل هایی که این گرایش معین کمونیسم کارگری صورت داد تا حزب کمونیست کارگری به وجود بیاد تو صحبتاش اشاره کرد. منصور حکمت هم تو همون صحبتایی که من تیکاشو خوندم اون تو هم اشاره میکنه که زمانی که میخواستم عضو یه حزب معینی بشن، کمونیست بودن اومده بودن ایران، میخواستن عضو یه حزب معینی بشن کار بکنن، هیچکی نبود و مجبور بودن اون جدلها رو بکنن تا حزب کمونیست کارگری که امروز میبینیم درست بشه. و میگه لازم نیست که صد بار کاپیتال رو خونده باشی تا بری عضو بشی، عضو اون حزب معین بشی. اگه قلبت همون جایی بتپه که قلب کمونیسم کارگری میتپه و قلب حزب کمونیست کارگری میتپه، عوض کردن این دنیای معین عضو این حزب باید بشی. این حزب باید تو صحبتش گفت که مؤمنی چی گفته بود، این حزب معلومه از اول تا آخر چی میخواد، با کی فرق داره، از کی دفاع میکنه، از کی دفاع نمیکنه، سر چی کوتاه میاد و یا سر چه به هیچ قیمت سر هیچ چیزی کوتاه نمیاد، برای چی تلاش میکنه، سر چی کوتاه میاد میباشه از اینتون از دستم دارم، میتونه بهش بپیونده. و همون نکته ای که بیژن هم اشاره کرد، مطابق قوانین و مقرراتش و همون شفاف بره تا تو رهبریش و رهبر این حزب بشه. این حزب کمونیست کارگری یک کمونیسم بی‌تعارف، شبیه کمونیست هایی که قبلا در ایران بود نیست، شبیه هیچ گروه های چپ دیگه‌ای که در ایران بودن نیستن، یه حزب سیاسیه و میخواد قدرت سیاسی رو بگیره. تعارف هم با هیچ کسی نداره. محمد کاظم. با سلام خدمت همگی. گریه بودم، خنده شدم، مرده بودم، زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. من شعر مولوی رو خیلی دوست دارم و بعدم میگم چرا این شعر اینجا خوندم. من تو سال 90 وقتی که به اینجا اومدم
کیس من با اینکه کیس قوی داشتم ولی کیس پناهندگی من رد شد. همسرم با دو تا بچه هم تو ترکیه بودم و واقعا نمیدونستم زندگی من چی میشه. اینجا روزانه دو تا شیفت کار میکردم که بتونم خودم یه از نظر مالی تقویت بکنم و همین که یه مقدارش این بود که واقعا با اینکه فوق العاده خسته میشدم ولی شبا نمیتونستم تا بخوابم. به خاطر همین خودم مشغول میکردم با کار سخت که بتونم حداقل شبا بخوابم. توی تظاهراتی که یه عده از جامائیکایی‌ها یادم هست گذشته بودن که یه دارو میخواستن دیپورت بکنن و من یکی یه نفر یه تنها ایرانی که من میشناختم به من گفت که این تظاهرات هستش اونجا و اگه تو میخوای بری اونجا شرکت کن. من رفتم اونجا. یکی از دوستای قدیمی محسن ابراهیمی که من از سال 57 میشناختمش تو یه جای با هم همکار میکردیم، یه دفعه محسن رو دیدم و اصلا تعجب کردم. من یواشکی رفتم پیشش گفتم محسن تو هستی؟ برجت با هم آشنا شدیم و از اون طریق به من محسن یه سری جزوات حزب داد و من جمله بولتنهای شوروی بود که بحثایی که درونی حزب بود و من وقتی که واقعا اینا رو خوندم انگار یک دنیای تازه جلوی چشم باز شد و اونجا این شعر رو مرتب با خودم میخوندم که گریه بودم، خنده شدم، مرده بودم، زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. امروز تولد حزب دوستان، من واقعا خوشحالم و میخوام خوشحالی خودم با شما هم شریک بشم. من به عنوان کسی که تو این شهر حق عضویت رفقای حزبی من میگیرم در از این چند روز در حدود 1600 دلار رفقای من لطف کردن، لطف که چه بگم، کمک کردن و از این بابت من خیلی خوشحالم و اینا به اصطلاح به عنوان تولد حزب به حزب تقدیم میکنم. ولی رفقای نکته واقعا هستش، ماها وضعیت مالیمون خیلی خرابه، همه اون میدونیم، حالا یه خورده بیشتر و کمتر رفقای هستن که برجت ممکنه عضویتشون خورده دیروزود شده ولی میان حقوق عضویت های عقب مونده شون و معبقه رو میدن. چرا اینجوریه؟ ماها برجت تو این جامعه به دنیا آمدیم و تمام کم و بیش ضعف های این جامعه رو با خودمون میبریم، با هم دیگه مثل تمام آدم های دیگه یه مقداری با هم دیگه اختلاف داریم، اختلاف نظر داریم، ولی نهایتش همه ما وقتی که افق جلوی چشمون روشن هستش، معلوم با سهیلا داشتم صحبت میکردم، زندگیش به من میگفت که من اینجوری شده، برادرم اینجوری شد، رفقا من اینجوری کردن، برای ما کسایی که تو این حزب جمع شدیم افق برای چشمون روشنه و به خاطر همین هستش نمیذاریم که کاروبارمو بخوابه، نمیذاریم تلویزیونمو بخوابه و نهایتاً داریم کمک میکنیم. رفقای عزیز، ایران همه مون میدونیم آبستن یه سری تحولات بسیار مهمی هستش و ما به عنوان حزب کمونیست کارگر ایران سعی میکنیم نقش خودمون این بار به این انقلاب آینده بزنیم، نظر اتفاقاتی که تو سال 57 به سر ملت آوردن بزنیم. و من میخوام اینجا با یه جمله کوتاه، با یه طنز صحبتامو تموم بکنم. میگه در نوجوانی بازی، در جوانی مستی، در پیری سستی. رفیق جون کی به فکر سوسیالیسم هستی؟ من از همه شما عزیزان میخوام به این حزب ببندیم و با هم تکلیف نظام جمهوری اسلامی رو یه سره بکنیم. مرسی. اینم دوستان عزیز، 160 دلار هم امروز اینجا جمع شد که از همه شما 220 از همه شما تشکر. 225 دوستان عزیز، با تشکر از همگی، محمدم توی صحبتاش مطرح کرد رژیم جمهوری اسلامی رفتنیه، این رو خود رژیم جمهوری اسلامی هم میدونه. سوالی که مطرحه این که
احزاب سیاسی مختلفی تو جامعه هستن و دارن فعالیت میکنن. آینده چه خواهد شد؟ آینده به این گره خورده که این احزاب سیاسی مختلف چه کار میکنن و چه آینده ای رو میخوان رقم بزنن و حزب کمونیست کارگری یکی از احزاب موجود در صحنه است، ولی حزبی با یه افق معین، حزبی با هدف انقلاب اجتماعی. همین تو صحبتاش مطرح کرد که امروز این حزب سیاسی معین میخواد انقلاب بکنه، ولی تضمین چیه؟ هیچ تضمینی این وسط نیست. ممکنه شکست بخوریم به قول حمید و ممکن و منصور حکمت، به شرط چاقو نیست، و ممکنه قلقمون بکنن و فرار بکنیم، ولی باید به این حزب پیوست. ولی اجازه نباید داد، اجازه نباید داد به رژیم جمهوری اسلامی، به نظام سرمایه داری که یک آینده نکبتبار و یک آینده ای رو سیاهی رو برای بشریت اون جامعه رقم بزنن و نوری که تو اون جامعه داره میدرخشه حزب کمونیست کارگریه. و اینجا از همه کسایی که عضو این حزب نیستن ازشون دعوت میکنیم که به این حزب بپیوندن، وگرنه 30 سال دیگه زندگی این 70 میلیون آدم رو مشتی اراذل و اوباش و جانی رقم خواهند زد. و اجازه ندیم به اتکا به این حزب، به قدرت خودمون، که اون سرنوشت برای مردم رقم بخوره، و این همش به ما بستگی داره. با تشکر از همتون، شب همگی خوش.